بالاخره امروز روز منه. وای چی کارشون کنم امشب. فقط ببینید من برنده میشم دیگه، من برنده میشم. یک برنامه براشون چیدم حسابی. سلام، حال شما خوبی؟ ببین فیله مرغ داری؟ کجاست؟ فکر کنم بچه یه فیله مرغ به من بدی. کی اینجا مسئوله؟ همینو بده. آره آره بهم بده، یه بسته از این بده. آره روش چیز زدی؟ یه دونه از این؟ آره آره مرسی. خب امشب یک برنامه خیلی مفرح دارم، باید بیان ببینن که چه خبره ها. یعنی اصلا هر شبی رو که دیدین البته یه چیزی بهتون بگم، فشار امشب رو من خیلی زیاده، واقعا خیلی زحمت کشیدم، خسته شدم، سختی، ولی امشب میترکونیم، بهتون قول میدم. خب صبر کنید. کره بچه این کره ها چیزه؟ حیوانیه یا انسانیه؟ چی اینو؟ گیاهیه؟ اینقدر دوست دارم همه چی امشب خوب برگزار بشه، باورتون نمیشه اینقدر استرس دارم. بچه ها این دست، آها بذار ببین زرد باشه دست. آره دیگه یه بسته دیگه گفتنه مرسی. برو هپ. وای خدا نکرده خیلی بالا. ببین قربونه شما، دست شما درد نکنه. آبو چهار تا بزن. قربونه شما زنده باشین. خواهش قربونه شما زنده باشین. مرسی. خب بچه ها این فیل مرغه چی شد؟ دست شما درد نکنه. مرسی قربونه شما. متشکر از محبتتون. خب بچه آب لیمو هم که گرفتم، فقط مونده ریحون داریم بچه ها؟ ریحون و نعنا. نعنای خوب بده برای چیز میخوام، برای چی بود اون؟ آه موهیتو. خب اینا رو اینجا با حساب کنم پیش شما. چرا آخه شما همه با هم جدایین؟ درست نیست، با هم مهربون باشی. نه بفهمه، نه بگین خواهش میکنم. نه بابا نذاشتن من آب خوش از گلون پایین بشه، از اونجا اومدم هم جور حساب میمونه. بیا چقدر شد؟ خب من خریدامو کردم، باید برم، 1000 تا کار دارم. سلام دوستان، ما میخواییم آشپزی رو شروع کنیم. اول 1 ساعت دستامون رو الکل میزنیم، همجور داریم الکل میزنیم تا روی چیزی نریزه. دستمون رو به این شکل، ببین به این شکل هی ماساژ میدی، اینو میزنی این شست رو هی ماساژ میدی. خب بعد دستگیرشامون رو میپوشیم. ببینید من چقدر کارا رو بلدم انجام بدم. این دستکش هم میندازیم. خب حالا هی من آسخایی میکنم، حالا میوه رو میذاریم. خب ببخشید خواهر، اینو از این ور بزنم یا از این؟ نه دونه نارو. نه میدونم سرش این ور باشه. نه یا بازش کنم. بیا چای. بیا. آه نه بلدم با دست اینو دیگه. نه بلدم. سرش رو بذار پایین و سر بیاد بالا. سر بیاد پایین اون بره بالا. این درسته؟ بله. تو میبه هم بلد بسنم بجنم بگو. بسنم میکنم ایشون آشپز هم، من کمک آشپز. میشه موز چند تا بذار؟ 4 تا بذار. موز بگیرم. شاید همه موز دوست داشته باشم بخورم. نمیشه که دوستان، مرغ را به اندازه کافی، فیلش رو البته، وارد یک کاسه می‌کنیم و زعفرون
به میزان لازم بدبخت شدم. تمام زعفرونامو این خواهر من همه رو یه ذره بسته خواهر. آره مزهش خودت متوجه میشه اندازشو. مزهشو متوجه شدم. قد زعفرون ریخته، انقدر زعفرون ریخته. خدا این فلفلم میچرخونیم، یه مقدار فلفل میریزیم. خب اینو هم میزنیم. خب حالا هی هم میزنیم، هی هم میزنیم. این شربترم بعد از اینکه اینو هم زدیم، اینم هی هم میزنیم، هم میزنیم. کار من تموم شد. خواهر ببخشید. نه این درست شد. درست شد. مرسی. مرسی. متشکرم. همه کار رو کردیم. امشب خلوم با خواهرای عزیز نشستیم صحبت کردیم که چیکار بکنیم امشب. بعد اونا گفتن که تو نگران نباش، برو به کارت برس، ما خودم کارا رو میکنیم. خلاصه برای پیش غذا چی در نظر گرفتی خواهر عزیزم؟ بادمجون شکم پر. میشه تشریف بیارید اینجا یه لحظه؟ اینقدر کار نکنید. خب چه کارات مونده؟ چی توش داره؟ گوشت شرخ کرده. بله. یه سس مخصوص داره که درست میکنم. فلفل. فلفل. خورد میشه در رنگ‌های مختلف. در رنگ‌های مختلف. سیر. پیاز سیر. داریم اگه بیاریم. نه نه. بگین شما من ادامه‌شو بهم بده. بله. گوشتای چرخ کرده که سرخ کردیم توی بادمجون می‌ریزیم. توی بادمجون می‌ریزیم. از این سس آمادم روش می‌ریزیم. سس آمادم می‌ریزیم روش. خب. و اینکه پنیر پیتزا. و پنیر پیتزا خیلی مهمه بچه‌ها. این پنیر پیتزا بر من خیلی مهمه. خب و یه مقدارم آویشن روش. آه این خیلی مهمه. اینو من بهش یاد دادم. آویشن رو می‌ریزیم روش. ادویه دوست داشتنی نعیم است من فکر می‌کنم. خیلی. خیلی. تو همه غذا سعی می‌کنم ادویه بریزم. خیلی کارم درسته. شیرین پلو. شیرین پلو یک غذای به شدت ایرانیه و واقعا هم خوشمزه است. برنج رو خیس می‌کنیم و توش مقدار زیادی هویج رو باز خورد می‌کنیم. خلال می‌کنیم. توش مرغ رو می‌پزیم. مرغ رو می‌پزیم. تقلب داره. مرغ رو می‌پزیم. بعد توی اون هویج سرخ می‌کنیم. توی هویج سرخ می‌کنیم. بعد زعفرون. زعفرون. دارچین. دارچین. می‌ریزیم با شکر. می‌ریزیم با شکر. یه مقدار اینجوری جوش می‌خوره. جوش می‌خوره و دیگه بعد برنج آبکش می‌کنیم. آبکش می‌کنیم و اینو می‌ذاریم لای این پلو. میشه برنج لا پلویی. یه جورایی لا پلویی. لا پلویی و خیلی خوشمزه است. واقعا خوشمزه. واقعا غذای مورد علاقه منه. و شب چی داریم؟ شب یه دسری حالا یه دسریه که من فکر می‌کنم حالا فکر می‌کنم اولین بار آها این دسر اولین باره که توی ازم توی کل برنامه‌های شام ایرانی ازش استفاده شده. ما فرنی ولی توش فرنی درست می‌کنیم. فرنی رو درست می‌کنیم. نه این می‌خواد جدی باشه. نه 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 بگو من چون دارم آشپزی من عمر مسخره. نه نه ببخشید من اصلا من خودم آشپزی کردم. زعفرون توش زعفرون میخوام ببینم تو بلدی یا نه. زعفرون می‌ریزیم. هلو می‌سابیم توش می‌ریزیم. یه مقدار خامه. یه مقدار خامه. بعد کادایف ترکیه‌ای. کادایف ترکیه‌ای حالت پود مانند رشته است. حالت سوپی می‌ریزیم داخلش. نه 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 نه. نه. جدا اونو تفتش میدیم. جدا اونو تفتش میدیم. وقتی رنگش عوض شد. وقتی رنگش عوض شد. نه من بگم. بگو بگو. عسل میریزیم توش. وقتی که عسل رو ریختیم بازم همجور تفت میدیم. کره و دارچین و گردو. بعد در آخرم روی اون فرنی که آماده کردیم میریزیم و تزیینش میکنیم. خب معلوم آشپزی کردم. خیلی. منتها غذای من میدونی مزهش واقعا خوشمزه در میاد. ولی بهتون یه چیزی بگم، من یه ذره شت و شلختم. منظور اینه که مثلا غذای خوشگل بلد نیستم مثلا سرو کنم و این کارهایی که ادایی که در میارن و روش اینجوری بنارن از این بذار روش قشنگ میشه اینجوری، من واقعا بلد نیستم. تو مهمونی ها واقعا نمیتونم، یعنی کشش این که بخوام یه همچین کاری بکنم و ندارم. بعدم واقعا تو این 4 شب من خسته شدم به خدا، تمام انرژی رو من گذاشتم. خب من دیگه باید جون داشته باشم برای امشب باز بخندم. خب نمیتونم دیگه. تو بخند ما کار میکنیم. آها راستی یه چیزی بهتون بگم، یه سورپرایز خیلی خوب دارم
مامانم ترشه تره و میرزا قاسمی درست کرده که یه مقدارشو میذارم سر میز، بقیهشو کل گروه میتونن میل کنن و لذت ببرن از دستپخت مامانم. فول بازیگری، بازیگری که خب یه چیزی بودش که حس میکردم خب یک دنیای خیلی عجیبی داره. یعنی از بچگی حس میکنم که میخوام شخصیت‌های دیگر رو بازی کنم. و اینکه از بچگی خب وارد مدرسه که شدم، کلاس اول دبستان تو گروه تئاتر و سرود مدرسه بودم، تا اینکه توی دبیرستان که بودم اعلام کردن که یک کلاس بازیگری هستش توی تالار مهراب تئاتر بانوان. بعد اونجا خانم گلاب‌آدینه یک کلاس بازیگری رو اوکی کرده بودن و بچه ها خب ثبت نام میکردن، اونجا اعلام کردن که خب هنرجو میخوان. من رفتم اونجا و ثبت نام کردم. بعد رفتم اونجا و دیگه شروع کردم زیر نظر خانم زهرا صبری، استاد خیلی خوب و دوست داشتنی من که هنوزم باشون در ارتباطم، یکی از کارگردانای خوب تئاتر هستن. رفتم اونجا و شروع به کار کردم تا اینکه سال 72 آقای مازیار میری، فکر می‌کنم یک کار کوتاهی اون موقع دانشگاه می‌رفتن، فکر می‌کنم یک کار کوتاهی داشتن می‌ساختن که من رفتم برای اون کار، تز پایان دانشگاهیشون بود، اونجا بازی کردم تا اینکه پیوستیم به گروه ساعت خوش آقای مدیری. و من که با پری وارد شدم و پری هم خب دوست من بود و توی تئاتر با من اومد یک کوچولو کار کرد و اینا، ما رفتیم اونجا و نادر سلیمانی خب اونجا بود. حالا دارم جریان رو واسه تون تعریف میکنم که بدونید. یهویی گفتش که ما تست بازی دادیم، من قبول شدم، پری رو نخواستن. نادر گفت نه ایشون هم باید بیاد. یعنی چی ایشون؟ دو نفری اومدن، دو نفر باید بیاد. گفتیم که الان دارم بهتون میگم، چون پری بعدن شد زن نادر سلیمانی. یعنی این اتفاق خیلی اتفاق جالب بود. خلاصه خیلی خاطره عجیب و غریب بود، گفتم براتون تعریف کنم. دیگه خیلی فکر کنم غذا اینا چیز شده، الان دیگه آماده شده، خواهرم دارم کارا رو میکنه، من برم آماده شم، برم آماده شم که مهمونام میرسن. ببخشید اذیتتون میکنم، من جهتیابیم صفره، برای همینه که اصلا امکان نداره که من بچم این تیپ مسخره رو، این نعیمه باعثشه من تو خیابون با اینا را افتادم هزار رنگ به خاطر تم هندی. نمیتون نمیان خسته شدم، موقع نمیتونم تعمل کنم. بیا دیگه بابا، خستم، جان ندارم، به خدا چهار روز دارم میخندم، خب دیوانه شدم، خسته شدم. نبود، اینم نبود. گفتم وارد شدم بگم عمر محبوبا اینه. چه خونه ای؟ بولا دونه گسه چهون دل میخوتون آکونه دون بولا دونه گسه چهون. زنگشون هم میشه که انگار اصلا حوصله من ندارم، خسته مونده شونه واسه من آوردن. کیه؟ کیه؟ کی؟ او میری محبوبا، 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 توی جانا میری جا. فیلون مدد خوبی؟ خوشت کدم. ببین شب اول این بودیم، الان دیگه سماچه. به به، از شما انتظار نرشم، افتادین تو زحمت. من نکردم، من نکردم خواهرم. فکر کن که من یه درصد باور کنم خودت کرد. من امشب میدونم با تو چی کنم. مویزن حالی. کجا بشینم؟ بشین هر جا دوست داری. خوبی؟ خدایی، ببین چه خبر. خوبی؟ اینقدر به خودت رسیدی واقعا، یعنی کاره، چون شبای دیگه همه ما از حال رفته بودیم. ولی ببین نگاه کن از عروسی میخواد برن. آشا آشا به خدا اینقدر خستم، اینقدر خستم، اینقدر خستم. چرا چه کار کردی؟ چی بکنی؟ هیچی هیچی. حالا اتفاقی که هست این که قراره که تم امشبمون هندی باشه
و من نمیدونم که از لباسی که من پوشیدم لباسی نیستش که خیلی هندی باشه. یعنی اصلا دیگه نمیتونستم تکون بخورم. نه خداییش این توت فرنگی کار توه. اصلا قشنگ موش لاغت دروغ بگو یه ذره. چی آشا؟ پاشو در رو بکن. آره حتما. ببین من امشب اینجا تکون نمیدونم. جان من. میگه جان من. چقدر رفتارت بده. کیه؟ تو میزبانی؟ کیه؟ من الان دیگه هندی هم. وای وای. عاشقتم. فدات شم. بخیر الان ایراد میگیرین از لباسای من. الان خوبه هندی هم قشنگ. نه هندی نیست. اینا دیگه این میاد. عزیز من تو هر شب داری ما رو سر کار میذاری. نه الان یه خارجی سلام رفته هند. خارجی رفته هند. هندی من. من فراموش کردین. آیا هندی تو فراموشی. خدا به دارم برسه. خوبی. مرسی ممنون بفرمایید. وای چی برم؟ کادو آوردی برای؟ تو دست خالی اومدی؟ تو دست خالی اومدی؟ نه من نکردی ماما. کسی که کار نمی کنه چی بیارم؟ بدین آقا نخواستم. با من همه هنگی کردی؟ رومیزی؟ نه فکر کردم من خیلی من گفتم چون شما خیلی زرد دوست دارین و عاشق زردین و همه اینا این تنها رنگ زردیه که الان تو بازار هست. رومیزی برای شما؟ نه زرده این یه سن زرده. نه یه سن زرده. آخ نعیم، وای نعیم، امشب خوده تو باید فکر کنم خیلی خوش بگذره. گوله نمک، شیرین عسل. میدونستین من و نعیم ما هم دیگه فامیلی؟ آره بابا، دایی نعیمه میشه شوهر دختر دایی من. یعنی دو طرفه با هم دیگه نسبت داریم، هم نسبت همکاری، هم نسبت فامیلی. دیگه امشب باید خیلی هوای فامیلمون رو داشته باشم. ولی فکر میکنم دیگه خانم شمالی باشه. بعدم این که البته خودش بنده خدا اعتراف کرده من درست نمی کنم، ولی فکر کنم داره شکست نفسی میکنه. بابا نعیم همه کارش درسته. با اجازه ببخشید بیاین بیاین با تو کار دارم بیاین. به نظر من خیلی هم قشنگه. اصلا به تمش هم بیاین. نه نمیخوام سر سر تو نه نمیخوام زرد کنم کادوه نعیم جون. این شب میریم که بهتر کنیم. بیاین لطفاً با من. اگه منو نکشه بگی چرا انقدر دیر کردی. خوش میگذره ها. خوشو نعیم دیر کردم در رو با نمی کنی. خوش کنند آقا. خوشو دیگه نمیتونم. میزبان نمیتونم. خوشو وای بچه چقدر ناراحت شد. بلی منم جانم نرگس مادری از هند. من تو را بیمیرم زنده باشی آقا. دمت گرم. تم تو خیلی دوست دارم. عجب رنگ و لاغر بچا هندی اینه ها. هندی اینه. این تم رو رعایت کرده. چیکار می‌کنه که پایم می‌گیره؟ برای مهربانی. مهربانی زرد نیست. خیلی خوش رنگی. نه زرد نیست. آقا میگه زرده. این خردیه. این زرده مردان جون. خوش یه روزی زرده. خب من اصلا نمیخوام. یعنی چی؟ خانم گلچی. خانم گلچی من جون جون چی رنگ این آخه؟ نه نمیخوام. آخه اینم به. عشق. نه دیگه. پاره میشه. جان خودم به من بیشتر میاد. عشق به شما. من بردارم. تو هم دست خالی با مایی. به چی خدا خدا بره. بده چشم باش پول از گریه شد. بده بهش. بیا نمیدم. نعیمه ببین هدیه واسط آوردم ولی با اجازه میدم به خواهرت. باشه نه باشه شما اصلا اومدی ستایی با هم دست شدی میخوای من اذیت بکنی. اصلا چه شبیه تو از این کارو بکنی. صاحب کن ببینم میزبانی؟ بله لطفا بر من نوشیدنی بیار. منم میخوام آشا. آقا جان بیا ببینم ببینم چه جوری بلدی میزبانی بکنی. آشا جان حالش غذا رو بیا ببین. به هر کسی بگه با اون میده. من نمیرم واقعا. نگی باشو کارو رو بکن. پاشو پاشو خاخور جان پاشو بریز یکی جان نقور با برو زیر دست بیرم ایم چم شیرین بابا بد نیه تو جان نقور با چشم
صفر کار بکشم. چقدر من کار بکنم؟ آره تفلک اونایی که اونا رو آماده کردن اونجا. مجنون جون بفهمید الان شما آوردی و آی عروس خانم اومد. دست شما به چقدر خوش. آره تو دو دقیقه رفتم ریختم آوردم. به دست شما در میدونم که کار خودت نیست ولی عالیه. اوه برای انصافا چه خوش آب آشا بفرمایید. خیلی خوشگله. به به تو این هوا من نه این جان آبم خواسته بودم قربونت برم. بله چشم قربونت برم. یه دونه آب به هم بده. دستی هم نداری من هم چوبه کنه بانم. یه دونه سب کن یه دونه سب کن سب کن سب کن چوبه بردار. بفرمایید بفرمایید آشا. بلایی امشب سرت بیام بره بیام. من واقعا میترسم ازشون. چی گفتی؟ پای سر من چی گفتی؟ بفرمایید آب. نعیم جان 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 من قربونت برم. من چایی هم هوس کنم. باشه دیگه شما من رو دارید دیوانه میکنی اینقدر کار به من میگی. چایی رو من هم هست. مجاشو من با شما اینجوری رفتار کردم. الهیم به ببین خواهرش چیکار کردن. خانم دست شما دارم از پشت اوپن بیا بیرون. چایی نه بچه ها فکر کنین دیگه فکر کنین یه با دیگه ما میدونیم اونجا چایی به نظرم عالیه. پاس کنون آبو بخور. بله بله چی هم؟ میتونیم پشت اوپن قایم شده. از پشت اوپن بیا بیرون خواهر. من دقیقه رفتم اینو ریختم آوردم. نه اسم خواهرها تو چی بود؟ نادیا جان و نسترن جان. نادیا جان و نسترن جان رو بمیرم. خیلی امشب زحمت کشیدم. عالی عالی مرسی. واقعا همه زحمت ها رو خواهرای من شما فقط به فکر دیزاین و خیلی هم زیباست البته بهت میاد. من سه روزه دارم کار میکنم. یارا شاخونه یارا یارا من واقعا در واگو میان در واگو من شما ایشون ندارم و آ کرونا من سه شما نیکم سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید. من اومدم اینجا دیشه دوش رد میشدم یک باشونه تو از سلبریتی اینجا رد شدم. باشه ببخش چونه من یکیم بره نداره که من بخواه بیان تو بفرمایید در واگو میان بچه یه لحظه این کار شما رو بیان ابروب خودم سر تو برو کن ابروب خودم منو نگاه کن ابروب خودم یه لطف ما کن ابروب خودم بز بز قندی ابروب خودم چرا نمیخندی آره خندی بخندی حاجی فیروزه سالی یک روزه همه میدونن منم میدونم تو هم میدونی خوشحالم که اولین کارم رو با سعدی افشار شروع کردم. استاد سعدی افشار و اولین بار سعدی افشار بعد از انقلاب اولین خانمی که سیاه شد من. استاد مرحوم سعدی افشار روحشون شاد باشه. حال بذار با صدای خودم بگم. سعدی افشار من حدودا 30 سال پیش اومدم تو لاله‌زار که کار بکنم. سعدی افشار بود و خدا بیامرزه علی تقوایی. بعد من نقش یک عروس میخواستم بازی کنم. خیلی هم میترسیدم. قرار بود که من چای بیارم. اومدم توی صحنه دیدم مردم دست زدن. من تو زندگی دست زدن ندیده بودم. اونا دست زدن من جو گرفت ترسیدم. من بلرز و چای بلرز دوتای اون افتادیم زمین. خدا بیامرزه سعدی افشار و خدا بیامرزه علی تقوایی گفتن نترس.
بعد یه روز اومدم دیدم سعدی افشار دو سه ساعت جلوتر، من از ترسم زود اومدم، اون از تعهدش. بعد پرسیدم آقا سعدی چرا انقدر زود میای؟ گفتم مثلا اومدم خویا، اومدم دیدم پمپ مثلا خورد به ماشین شکست، و چیکار کنم؟ کارگردان با در امنیت باشه. سی ساله که من فهمیدم کارگردان باید در امنیت باشه، خیالش راحت باشه، بازیگر متعهده. دوستان آمده ام باز که این دفتر ممتاز کنم باز و شبم قافیه پرداز سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است صبور است و حلیم است رؤوف است و کریم است کبیر است و عظیم است بصیر است و علیم است قدیر است و قدیم است خدایی که بسی نعمت سرشار به ما آدمیان داد گوهرهای گران داد سر و صورت و جان داد تن و تاب و توان داد رخ و روح و روان داد لب و گوش و دهان داد دل و چشم و زبان داد شکم داود و نان داد ز آفات امان داد کمالات نهان داد هنرهای عیان داد توفیق بیان داد و اینها به آن داد که از شکر عطا و کرمش چشم نپوشیم و به هر غم نخروشیم و زهر درد نجوشیم و تکبر نفروشیم و می از ساغر توحید بنوشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگوییم عنایات خداوند مبین را خدایی که خبردار بود از همه اسرار شود مرحمتش یار در این دار و در آن دار به اغیار و به عباد و به زهاد و به عباد و به آهاد و به آتاد و به افراد و به افراد نکوکار خدایی که عطا کرده به هر مرد پر و بال به هر مرد خط و خال به هر شیر بر و یال به هر حال و به هر کار بود قبله آمال و شود ناظر اعمال و فتت در همه احوال از او سایه اقبال به فرق سر آن قوم که پویان ره خیر و نکوکاری و دینداری و ایمان و صفا و کرم و صدق و یقین را برشو برو کارا رو بخوان من مهمونم چطی؟ بله میخوام من برم انجام بدم نه بچه ها چی کار کنیم؟ یعنی شما چایتون رو برید بفرمایید من برم ببینم اونجا چه خبره بفرمایید یه کمی هم گوش نمونه شام بشنم خدا دیگه شام بیاد نه اینجا اگه شما که نه ببخشید نادی لطفاً به نسترن جون گوشا چه زحمت میکشن ایشون که بهش امیدی نیست قربونتون داشتم خونه اون حال میکردم بابا ایش اومدم اینجا با من چی کارده من داشتم زندگی رو میکردم آه این شامه نه نه کنم نه بگنم همین که نادیا اینجاست جای امیدواریه واقعا هم نسترن هم نجون به خودش که من تا نچشم همینطوری بزن من بچشم هم همینه فرقه میکنه بچشم نچشم همینه تا کی اتو اتو بکنم آه غذاش این بوده اونم اخلاقش بوده غذا چیه بفرمایی منم پیش غذایی بیمیرم شیری جون 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 همه جدا جدا وای این خوشحالی بود نه علکی ما اذیتش کنیم ولی واقعا هیجان انگیزه یعنی عجیبه بفرمایید آدم فروش آدم فروش نه نه بره چی داری میگی شما
اصاب ندارم نمازت تعریف کنی نقش برم نادیا جون نسرن جون نسرن وقتی میخندی وای خوب بله 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 بچه اینم نون بفرمایید ببین نظرم بخوریم آره نتونم تعامل بکنم باشه عالی عالی انا بله کنه تو نمیخوردیم منتظر شما بودیم میخواستیم اذیتت کنیم بله نمیتونیم خیلی منتظر من بودیم نمیتونیم تشکر ازش بکنم بخوریم فقط غذا بخوریم نادیا نسترن نسترن مامان نعیمه چه کردی؟ چه کردی مامان نعیمه؟ سیر نکن من همیشه گول میخورم نه ببین اینا رو وقتی غذا هم که آوردی اینا رو نبرد هست نسترن اصلا نه خالی نکنیم اصلا چقدر جلی داریم چقدر خوشمزه است بچه‌ها ایشالا دفعه بعد دست بخت نعیم خانوم بخوریم ببین چه خنده ای میکنه یعنی هر چیز محاله چیه یعنی؟ میخواید من توضیح بده؟ چون که خودش نمیتونه توضیح بده نگین جان اصابش بپرس نه دیگه جون نمیتونه خان گلچه توضیح میدین واقعا این چیه؟ بله خان گلچه جان خودم توضیح بدم من میدونم جوا هم میدونی میزبانی من نه ببین با همون سبزی های محلیمون مثل خال با چوچا و اینا اینا پخته میشه یعنی خودش میکنیم میپزیم یه ذره برنج ایرانی توش میریزیم لعاب میده بعد میذاریمش کنار اینو میکوبیم سیرداغ فراوون با کره و ادویه و اینا میریزیم توش من آبغوره اضافه میکنم مامان منم آبغوره اضافه میکنم بشه تم آبغوره شو من فکرم همه دیگه غذا هندی گرفتم غذا هندی درست کردم شوخی میکنیم بعد از نادیا جون بپرسیم خب نادیا جون شما غذا هندی درست کردی نسترن جون غذا هندی گرفته بچه واقعا غذا خوشمزه خیلی خوشمزه ولی انقدر خوشمزه است که ما غذا هندی رو فراموش میکنیم چون واقعا خوشمزه شما باید بخونیم واقعا هندی داری؟ نداری؟ دیشب خیلی رفتاره بد کردی باید بخونیم وای مامان جان واقعا دستتون درد نکنه یعنی من این اصلا دیگه خیلی خوشمزه مرا بپوش عالی بود یعنی بازارم غذای اصلی هم همین بود عالی بود اگه غذای آره میخواین چیزی نیارم خداحافظی کنیم من پیرتی نبینیم اصلا چطورم چه بیاری چه نه نسترن جو شما که و مامانشون واقعا دستشون در نشون ماما مرسی بوش بخورن مرسی که مرا یاد بودی نه عالی بود منظرم الان وقتشه که شما اصلی رو ببینیم آیا؟ واقعا نمیخوای با ترکی؟ برنجی سفید هم داری؟ نه هندیه واقعا من با چی بزیم؟ اینو نباریم اونو نمیبارم دست شما درد نکنم من الان میام ببخشت یه لحظه اجازه بدین بحثی که باز کردیم در مورد نوستالژی کی از خریدای شب عید که میبردنش بازار براش لباس میخریدن خاطره داره مامانت برات مثلا بله. لباس عید میگیره اون کفش برنی ها تحویل هم نمیتونستیم بپوشیم بچه تو خدا نوستالژی رو ول کنید این غذا رو من اینو واقعا خودم پختم واقعا اینو واقعا خودم بخونیش دست بزنیم این لوبیا پلوه؟ نه غذای هندیه نادیه جان ببخش این دفعه از تو تشکر نمیکنیم بفرمایید واقعا اینو من خودم دوسته به خاطر قولی که دیشب دادم
گفتم بفرمایید. بفرمایید. گفتم بفرمایید. من چون تهدید ریزی شدم. اول شما بگید من جور جوره. یه ذره از مهمانمون شروع بکنید. بفرمایید. یارا بسم الله. من دیدی گفتم این اگر بخواد آستینا رو بالا بزنه یه کار عجیب غریبی. دیگه درنج سفیدم داریم میگم نه. ممنون. بگید بچه ها در مورد اون لباس خریدن ها بگید. از آجیلی که از همون قایم میکردن میذاشتن توی یه اتاق دیگه. حالا شما ولی با این زیاد سیر نکنه، یه قضیه دیگه هست. اصل نمیشن ولی خودش درست کرده. من فقط یه خواهشی دارم نه اینجا، من چند بال ندارم. هیچ غذا بهش نگاه کنید، حتی نه پیش غذا. حالا یه عذابی که بود مرجان جون، من اینو رو ندارم. قاشق و چنگال ندارم. همه یه خانواده ها قاشق و چنگال ندارن. بفرمایید بچه ها یه قاشق چنگال دیگه بدین. من با همون لباس ها شب میخوابیدم و اولین نفری که صبح دم در وایساده بود من. بعد هی هم مثلا همسایه‌ها رد می‌شدن، من هی نگاهشون می‌کردم که منو به من بگین که ببینی من چه لباسی پوشیدم. خیلی با پاهات پاک می‌کردی ورنیه بیشتر برق بیفته. خیلی روزا تهران بودین مرجان جون یا رش؟ منو بندازین تو دریا. منو ببرید. وای منو بندازین تو. قضا درست کرده. یا خدا. خدا دیشب. دیشب منیشیدیم. دیشب اینه من کشم. من نمیتونم الان دوشه رو ببینم. مهمان کشم. نه ماست باید بخوریم بچه ها. اینجا به لباب نمیده. لباز هم گرم. یا برفاشی. تا اونم نخورین من قضای اصلی رو نمیارم. من میرم خونه. نه نه من قضای اصلی رو نمیارم. خودتون سفارش دادیم. نه نه مگه دیشب ده بار بقیه نبودیم ما قضای هندی میخواییم باید تمت هندی نه اشتباه نده باید خانه نفرم هرکی نخوره دو هر باید دو هر به من هر غذایی هم نهیش آتش میگیفتم بای بوش هم دونه من منظرت میخوام این چیز خود رو بردار این یارو یه طور بردار نه خب بر خودش بشقا رو حتی نیورده که اینو بخوره دستت هم نکنه بشقا ببردی بشقا بخورین تا من بیام خدا به سر شاید نوستالژیم تو دهنم سوخت. آره قرار بود بعد از نوستالژی بگی برمون بگو سوخت نوشابه تلخ میشه تو دهن آدم اینقدر تون بود نخور بهتون بزن بشقا بخور آشه شما واقعا این جواب جواب بایی من جواب میدم خدا تو را نخوشه نه کینه ای کرد این هم کاری که خونه خودش کرد دیدی بابا چی کار میکنه؟ این هم یکی از همون کارش بود انا پیچر، انا پیچر انا خدا گربه باشه، باشه بچه اینو باز کنید، جارو باز کنید نگه خانم چقدر از ما کار میکنه بابا شالای آتیش میبینم بیا وای 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 خدا رو شکر نادیا اینا بیدن نخور، شیری نخور، شیری نخور آها شیری نخور ما بخور بشقابمون بعد عوض شه اصلا همه چی ما هم میگم لباسمون رو عوض کنیم اینا گرم شه بشقابمون بعد عوض شه باید غذا رو بخورین خیلی دلم خنک شد خدای مرسی خدای متشکرم از همه زبونم از کار افتاد این غذا تو یا بازم هست بازم هست باران رحمت بفرمایید. نصر انجوم اصلا حواسم نبود که این میتونه یه همچی شیطنتی بکنه. چرا خوردم؟ چرا خوردم؟ چه شبی زیر مرده بخشی؟ آدم سیاه! میخواستم بگم نخور. سیاه در از این شدم خدا شایده. میخواستم بگم نخور. ولی حال دارست. دمت گرم. اونم فقط خدا رفاقتشون ها. چقدر دوست خوبیه. خیلی. این موقع من باقی من دارم. من سه جا امتحانش کردم. بجای جا نخور اونو بذار کنار اونو بذار کنار همم بخورم تو فقط بخور تو باید بخوری تو باید بخوری نایمه جا من شما خیلی دوست دارم من خوالا فیلم دیگه کسی هندی بد باشه فیلم باشه خب بخور باشه غذای هندی همه در اون حده کی گفته در این حدیست این در حد آمیتا خاشان بود هم به نظرم بخوریم حتی بود این منو سوزون گفتین در حد شارو نانیم باور کنم میخورم درمنجوی اونو بزا کنار اونو بزا کنار حتی بشقاب هم تونده فول آخه چقدر بچه یه بشقاب تمیز برای من میرسونید برای فقط خانم گلچین عزیزم میرسی قربونت برم نعیمه من مهمونتم تو بعد من تو رو یه رو بگم تمیز برسیم بیا قربونت برم آشا جون مرسی بچه تمیز برسیم خوب شما هستی آب مهمون قاشق شنگالی تو من بچه دو تا تمیز برسیم قاشق شنگالی تو من بده من اینه بذار جلوش
تا تو باشی که به من نگی من رو سر لج ننداز. خامی کردم، کودکی کردم. بیا به به من یارو رو نداره، من یارو رو نداره، زنگال بده من همینه. اول برای خودم کشتم، اول ما آر نداره که من تو همین میخورم. همین چه گشتا بزرگم از اون یکی مشخابا رو برسونی، صورتی ها رو بده من. مثلا میخواد بگی من در جریان من صورتی ها پروانه های زرد داره تدرات شم مرسی شما میدونی این رنگ خوشگیده بچه شیرین جو یخ میخوایش کنم؟ نه از تو برای حدس درده نه داره جو یخ من دو باشو خوندون خوردم خیلی بزرگ بود یا نساس کن اینجا هم داره از شما ادای یخ نخوید تو این باید لطف کنی مرسی آه بابا بابا بسه من اینا رو برای بزو جنه درست بکنم برای آتش بزه آه شیرین جو شیرین جو قد کن شده که واقعاً مرجان جو باید میگفتی که تو که با مال اجری با من بدبخت مرجان جونم دیشب با شما همدست شد گفت من باید غذا هندی باشه یعنی از قصد این کار با ما کرد نه نه اولا که چقدر کار سختی بوده در غنیم که خانم هایی که اومدن راه هموار کردن برای اینکه ما امروز الان باشیم و بازی بکنیم. بله. چقدر باید ازشون یاد بکنیم از بازیگرای قدیمی. بله. مثل روحشون شاد خانم فروزان، خیلی های دیگه ای که نیستن، آقای فروین، آقای زهودی، خانم شهلاری که تازه خود خانم شهلاری که اولین کارگردان خانم ایران بودن. بله. و جالب اینه که تو شهرهای مختلفمون خیلی از بازیگرا مثلا مربوط به اون خطه میشن. میخوام ببینم الان یه یادی بکنیم از تو خطه خودمون ببینیم. خانم نادره، خانم فرخ آقا، هوشمند، خانم سوسن تسلیمی که گفت من یه پیشنهاد دارم. بفرمایید. بیاین یه دیالوگ رو مثلا خوب الان فرض کنم مثلا داریم تمرین میکنیم، یه دیالوگ رو با هم بگیم، با هم بس رشتی مثلا میخواییم شمالی حرف بزنیم، یه دیالوگ انتخاب کنید. او دسمالی که ترا بده بوم کوی ما نهی می چشما خون بگیفته می دسمالا کوی ما نهی کار او تو منا نکار می دسمالا کوی ما نهی دستمالم با رفادم باده آسف نگین بگین بگو او تو میمنستن بگو این دستمالی که مال من نبوده که از اینجا گرفتم بردم اونجا دادم خدا شد شایی موزدن رو نگوشه این دستمال میدونی؟ اینجا سا سعی کن همینو بگی بگم این دستمال کویا بنایی کش این دستمال هم میکنه مکانی کش چوی؟ می دستمال می دستمال نباید بزنم من یه میکروفون دارم بزنم یه گوشه می دستمال کویا بنایی کش این دستمال هم میکنه کماری می هندی هستی تو دستمال هم میکنه کماری کش می کنی افاده کش آهنگشو میزده میتونی تو بله به خدا میفهمم اونجوری که من میگم آره یک کار دیگه ما کن بگیم کامل می دستمال می دستمال اول چشمازم عطو بکن عطو شد می دستمال کویا بنای کش آقا منم دستمالمو بر هار دادم آقا عوض میکنی نه یه دونه دیگه واسه نکن منم دستمالمو بر اول به من بگو منم دستمالمو بر منم دستمالمو بر چی میشه منم دستمالمو بر منم دستمالم ور مال این خوشونت برسه خانم تو که بزنه خیلی قشنگه بگو منم دستمالم ور لوری لوری نداریم مخواه هیچ کس بهمون برسونه جنوبی بگیم یه جنوبی که داریم جنوبی هم نداریم کیه جنوبی؟ من بلد نیست شیرازی 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 هم نداریم هیچی تو بلد نیستی همه تهرانی هم اینجا فقط ما شهرزانی هستیم دیتا کنه خوهرهای من دست بزنی که برچه کردهایی درست کردن واقعا اون
ممنونم واقعا. افتخار مادر شما هم دست می‌زنید. فدای شما بشم. کمچین دخترای گلی رو متشکرم. ببین رفاقتو ببین. ببین که همچین دخترای گلی رو همچین دخترای گلی رو واقعا ممنونم ازتون. خواهرای مهربانم. مردم ایران شما استحقاق بیشتر از این و بهتر از این رو دارین و این برنامه رو ببینید حالش رو ببرید. مرسی از تکلیف شما. نعیم جان ما بیاین کادو تو بگیر دیگه. ببخشید ما یه چیز ناقابل برای تو آوردیم. چش اومدن از اول شب همین رفتارو کردن. نه کرد اون بر نگاه کن چایی رو میریزن دستش. نعیم جان بابا ممنون نصر جان خیلی متشکرم. بچه الان وقت ندارم تو رو خدا الان نمیخوام کنم. الان هم نه یه لحظه دیگه بابا داری وونه شدیم الان تموم شدیم الان خونه یادمون میره. یه نگاه بکن حداقل. باشه کادوه نعیم جون قابل شما نداره. خوشحال میشم معمولا. خیلی ممنون متشکرم مرسی. چقدر بد رفتاری تو پخش من برمیدارم خودم. چقدر بد رفتاری یعنی اخم و تخ با تخ غذاها قبل دست شما درم نکنه. نعیمه جدا با این شوخی که نکردی که این چیه؟ چه دسریه؟ بیا میخوام یه حرف مهمی رو بزنم. دیگه نشستی؟ اول بزن من کادوامو ببینم حالا. کادواتو باز کن. خیلی مال تو کن. من ولش کنم فراموش کنم. خاموش کنم. نشست رو شماله جانم. وای. عجب. خیلی خوشگله. دیشب نگفتی من بیا چرا ما چی بدم؟ ما چی بدم؟ خدا کنه دوست داشته باشه یا خدا حالا میزنی سوال بای پرمانه انگوشه معمولا این تیپی میندازه عزیزم دوست نمیدی این چیه؟ ماله اینه ماله اونه کوچیکه خیلی قشنگه این همش ماله من اونه آخه قربونه برم من اگه چون امشب هندی بود من عجال جنسیت دارم قربونه برم من ولی ماله آشار بیشتر دوست داشته نه نه من از تو ناراحت نمیشم دیروز دادی با آشا انگشتری که به من دادی دو بیشتر دوست داشته نه اینکه اون مال از ایران نگرفتم اونو دیگه نمیتونم برم اون از ایران گرفت ولی اون مال اون خارجی بود عزیزم ببخشید منم از ایران گرفتم آره مال شما بعد تولید داخلی بود باشه مال تو خارجی بود ولی مال من ایرانی بود چون حرفه اشکال نداره کالا ایرانی بیشتر دوست دارم وجدان بله با مجریم چون حرف وجدانه برسیم به در واقع لپ کلام بله. و اینکه در وجدانن کی خوب کار کرده در این شبا مرجان جون بگه بابا مرجان جون و خواهرای من و آشا و من نگیم نه ولی جدی میخوام ببینم واقعا حق کیه که به من البته قراری که با هم نگه داشتیم برای اینکه نفس کار رو بسیار دوست داشتم و اینکه در کنار شما خیلی بهم خوش گذشته و بازم از شما ایرانی تشکر میکنم این شبا بسیار بهم خوش گذشت. ما فکر کردیم که اصلا آقا بحث هدیه و اینا نباشه در کنار هم دیگه و یک گروه متفاوت باشیم بله. یعنی بر اساس دوستیامونو این خوش گذشتنه به هم دیگه رأی بدیم که کسی هم بالاتر نباشه و اینا. چند نمره بدم که خدا رو خوش بیاد و بنده خدا رو خوش بیاد. نمیدونم خب شما هم که نخوردین ببینین که چه جوری بوده دست پختم که آقای ابو طالب میگه خیلی خوشمزه بود. چرا من اینقدر وجدان درد دارم؟ قرار شده بود آشا نعیمه نگین عزیزم بسیار دوستتون دارم واقعا هم میخوام همون شماره ایلی که باید بدم ولی سفارش شده به هم که به خودم 9 بدم. راضی باشین ها. کی استحقاقشو داشت؟ شما. چرا اونجوری میگی؟ من اصلا طوری میگم من میترسم. حالا داشتن شما هم صحبت کردم. من فکرم این بود که مرجان جون اول میشن، آشا جون دوم میشن، نعیمه جون هم بخاطر اینکه خودش کاراشو نکرده بالاخره یا
واقعا امشب نعیمه خودش این غذا رو درست کرده بود. بین شما و نعیم میموندم. تو واقعا عالی بود. واقعا عالی بود. خدایی. بخوام صادقانه بگم. اما از اونه که شما خودتون درست نکردین و نه یک نفر بلکه چند نفر کمک داشتین و مرجان جون همه رو خودش درست کرد، صد درصد مرجانشون. حالا نعیمه من نه من میگفتم مرجان جون دوم نادیا و نسترن چون من تو برنامه نبودم. اون طبقه های ژله چشتو بگیره. طبقه های ژله دو نیم. نه غذاشون آخه چقدر خوشمزه، عالی بود، خیلی خوب. این تکیه اینه، همون رشتایی که توی شیرینی ترکیه‌ای. آفرین آفرین. مثل فای نادیا جون خدا عمرت بده. من قد دارم پس این دسته رو بخورم. کنوفه کنافه است. کنافه 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 لبنانه. کجا اینو میاری؟ نه 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 همینجوری آماده میخری؟ اصل ترکیه است. کجا میخری؟ اون اینو نمیتونی بخری. این یه چیز تکیه. حالا دیگه تمام. نه این یه چیز تکیه. اونی که تو میگی فرق میکنه. همینه سرخش میگم. من برات میارم. شیرینی با رشته کادایی. نه نه. این اونو من کار ندارم. اگر از اول یه کایادوف میگفتی. چی بود اسمش؟ کادایوف. خیلی ممنون هستن. دستر جوی اسم کنوفه. کنوفه. ما رو باش از کی داریم سوال میکنیم. خب سب کنم. نه نه نه. اونی که من دراوردیه در. آره. چقدر خوبه. نادیا دراوردی. بسیار خوشمزه است. رشته کادایوفو داره. من الان دارم اینو بنویسم. ببین نه. مرسی. ممنون. پس یعنی روسیه. اصلا بیا اهمیت ندیم. من اگر تو رو نزدم آخر کن. بچه ها جان. بچه ها جان. من دیگه خوشم اومده فقط تو بچه ها میمونم. من دلم براتون خیلی تنگ شد. بچه ها من میرم بیرون. چرا؟ چون دیگه نشدم. خواهش شد. میخوام برای شما یه چیز خوشمزه و دوست داشتنی بیارم. سورپرایز دوباره. الان دارم میام. اگه فلفلی نباشه. اینو میگی من تنم میلرزه. فلفلی نیست. اگه گل بیاری من میتونم با تو. فلفلی نیست. شیرینه. شیرین. راست بگی. شیرینه. شکلات شیرینه. حدس بزن چیه؟ اوه. دیگه شما. دست شما دارم. وای. چه خوب. وای. چیه این هدیه شما. وای. اینم هدیه شما. متشکرم عزیزم. شکر کردم. من مثل تو نیستم. من همین الان بازش میکنم. منم باز کردم. کوسنه. ها. کوسنه. بیار بیرون باز. باش چیز. آه عزیزم. خواب عکسه. دور بینه من. چرا من فهم کنم با بقیه؟ چه رنگی یعنی چرا من فهم کنم با بقیه؟ من روسریه. بچه اینا ایشالله میبندیم. هر چهارتامون میریم قرارداد کار بعدی رو میبندیم. جان من انشالله. تو چقدر خیلی زیبا. من همین الان کالکات برای شما. به خدا خیلی گرون خریدی. من نمیتونم ببینم. درش بیار بده من دیدم. آخ. بابا دیرو دوربین من همه کاراتون رو جبران کرده. خیلی زیبا. من هیچ دلچرکی نیه ازت میدارم. دمی وای نگاه کهول شدم. به خدا خوش اینو دارم نشون میدم. ام نداره من مزایی ایک همه مردم دیدم من نمیتونم به کسی کادو بدم. نه نمیتونی. ببخشید نمیدم دوست خیلی زیباله. انصافا خیلی زیباله. دست شما در نکنه. مرسی. بله اگه دوست هم نداشتم نشون میدادم که دوست دارم. نمیزدم. من دروغ نمیگم. راست بگی. قربونت برم. خیلی ممنون. خیلی زیبا. کیف و روسری عید دارم. خدا رو شکر. سه تا میخوام. واقعا خیلی عیده. جدی خیلی دوستش دارم. خیلی خوشگله. چون چند روز داشتم فکر می‌کردم چیکار کنم. دیگه با هر جا دست من دیدین بدون نعیم من اینو میگیرم میرم آرمانستان. خیلی آتیش سوزوند، خیلی ما رو اذیت کرد
ولی اذیتاش خیلی شیرین بود، به جان دل من چسبید. خب اگه قرار باشه نمره بدیم واقعا باید به نسترن جون و نادیا جون نمره بدیم، که به نظر من نمره این دوتا خواهر گل دهه. غذا عالی بود، پیش غذا، دسر، همه چیز به نظر من خیلی خوب و عالی بود و خب نمره دهو باید بهشون بدیم. اما حداقل صداقت داره که میگه من خودم درست نکردم هیچی رو و خب این از همه بیشتر ارزش داره. راستشو میگم دیگه، واقعا خواهرام کار کردن، من واقعا هیچ کاری نکردم. چون تو این چند شب، چون شب آخر بودم، خیلی سختی کشیدم، یعنی چون همه انرژیمو داشتم گذاشتم توی کار، دیگه نمیتونستم برای آشپزی هم بذارم. یه کارای کردم، یه کارای کردم، نمیتونم چون نگرده هیچ کاری. الان باور کن تو خونهشون دارن، مامانش و خواهرش و اینا همه دارن کار میکنن، واقعا دوستشون دارن. من که راضی نیستم. ببین ما هممون خودمون کار کردیم. به خدا دستای منو ببین، خودش الهی ببینم، ولی اعتراف کرده، گفته من واقعیتو گفتم. ولی من فکر پس شما برای نمره شرکت نکردین؟ من هیچ وقت برای نمره جای شرکت و فکر میکنم که این لحظه ای که من میتونم ازش من انتقام بگیرم و فکر میکنم که منو با کادومم زد همه اینا. من فکر میکنم نمره به چی بکنم؟ فامیلی ده طرف با جان و دل ده بدم. تره یاد بمانه. ده نیست؟ ببخش. این ده الان. تشکر ویژه میکنم از مامانش که چقدر با نمکن. من توی اینستاگرام یه تیکه دیدم ازشون، از نادیا جون و از نسترن خانوم، خیلی همیشه خوشمزه بود. ممنون از سورپریز امشبش که شب ما رو ساخت. نعیم ممنون از صمیم قلب بهت. این ده قبوله؟ اعتقد امتیاز اونو دهه ها، ولی من به خودم هفت میدم. سه امتیاز نمیدم به خاطر که خودم آشپزی نکردم و زحمت اونو کشیدم. دیگه گفتم بهتون بگم دیگه. لا اله الا الله. اینی کیه؟ آما فهمیدم. صدور نبا؟ صدور زنه؟ اسب؟ مازو جا جیزه تو جیب جا میشه؟ آخه نفهم بابا. اینی من میفهمم، نمیتونم. نمیخوای معرفی کنی؟ آقا من نمیتونم با تو. من نگاه کن، من نگاه کن. یعنی من این شکلی هم؟ خودت معرفی کن. خودت بابا شیرین، شیرین مشتهدی، نازیگر تو آسیا باز. من اینجا رو دیدم دردام خودم. بابا به افتخارشو من نشناختم واقعا. خوشگلتر شدی شیرین. ببخشین که نامه اعمالتون دست من. گفتم که ایشون این کار انجام. خب بریم سراغ لحظه ای که شماها خیلی منتظرین و اول میریم سراغ خانم نگین معتزدی. چرا من؟ چون تو بچه ای نباید زیاد حرف بزنی. چشمنگی هستی دیگه بالاخره. خانم نگین معتزدی، این نامه اعمال شماست. تاپ سیکرت. بذار باز کنه اول ببینیم. نامه باز کنه. نه باز کنه. خیلی ممنونم خانم گلچین بهم ده دادن. بله به به. خیلی خیلی ممنونم. خانم مهرابی به من ده دادن. بله بله. و نعیمه عزیزم به من ده دادن. مرسی. من خودم اون شب خودم 8 دادم. نعیمه نظام دوست باش شود، بلکه پسندیده شود. مرجان جون 10، آشا مهرابی 10، نگین 10، خودم 7، شد 37 امتیاز. حق نادیا نه، حق نادیا 10 بود، ولی من چون خودم آشپزی نکرده بودم
خودم از خودم کم کردم دیگه. بله مرجان جون ده، ممنون مرجان جون. نگین ده، نعیم خانوم ده، من خودم 8 دادم به خودم، 38. آشا مهرابی عزیزم 10، نگین معتضدی عزیزم 10، نعیم جانم هم 10، 39. آخه عزیزم مرنده شدم. نوش جون. کار خانومه مرجانه بکشی به جالت میکشم خیلی برمان باید باز کنم؟ باز میکنم به واقعا خوبه مال حضرت حافظ به افتخارشون نمیزنیم روحتون شاد و فال حافظ برای من فقط ببینم باز شد دیده شد خیلی پسندیده شد خیلی ممنونم ببینیم نه باید من دیدم میگم به خب حالا که خانم گلچین برنده شدن مبارکشون باشه ولی من شنیدم که یه روزی این دوست عزیز من به اتفاق خانم نعیم نظام دوست یه مسابقه ترتیب دادن که اون مسابقه بازنده شدن بنابراین چی؟ آره و قرار بایی میگه اگر آفرین نه ما تو برنامه بعدی اعلام کرده که ما زیر بار این مسئله نمیریم ما یه برنامه شما اینجوری بگیرم کاملا اتفاقی شد که منو نگیم بردیم اون پانتومیمو حالا نمیدونم که امشب میخوان چون آخر شب که داشتیم شما حالت ندیدیم آخر شب من حس میکردم که هی میخوان بزنن زیرش که ما گفتیم نه نمیشه دیگه ما یه قراری گذاشتیم و فلانه ولی کن اتفاقی شد که من و نگین توی گروه شدیم مرجان جون و نعیمه توی یه گروه شدن این جایزه که قابل شما رو نداره تقدیم شما شد با کمال شرمندگی ازتون پس میگیریم ولی ما قبول نکردیم به جان خودم قبول نکردیم من میدونم با ابو طالب میدیم به تیم مقابل نه من نگاه بکن ما جدی ما قبول نکردیم نه شما جایزه رو نمیدی نه این در خونه نمیزده بیرون با من اما جوان مردتر از این حرفاییم اب نداره نوش جونه ببین به جان خودم من حاضرم فیلمو بیارن اگر همچین چیزی رو گفته باشیم من باز کمال نمیتردیم مرجانه جون یه دقیقه سب کنیم مثلا فکر کنیم نگین قراره ببره من جایزه رو ببره نگین الان تو این گروهه خب دیگه. اگر گروه ما به بازه نگین باید جایزش رو بده به گروه شما خب و بالعکس اگر گروه ما و بالعکس آره. در واقع تموم شدن این ماجرا اینه که ما در واقع اصلا شعارمون از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر واقعا به تصویر زیبای ایشون باید تموم بشه به افتخار همه حضرت حافظ عرقی پاک میکنه انگار مثلا چقدر زحمت چی بگودی مادر کنده بکنی چی بگودی چی بگودی میگه خودش هم داره میگه بعد تو باور کنی این نفر دیگه بشسته باور ده باور کن باور کن باور کن راستش ببخشید میمون کلامه من یه وقتایی دیدم تو این برنامه هایی که مثلا یه دفعه خیلی خصمانن با هم دیگه گفتن خندیدن میرن پشت میگه نه اصلا افتضاح بود این چه فضیلایی بود فلان بود ما می‌خواستیم این شکل سنت زشت رو از بین ببریم بگیم که آره که جلوی رقابت خیلی آره شوخی نکنیم بعد بریم پشت بریم من همه چی رو گفتم آره. من 10 بار می‌خواستم نگینو بکشم یعنی اینو واقعا یه خاطره خوش دارن اینجا میرم به خدای آشپزی کردم اصلا افتضاح یعنی واقعا
بد غذا درست میکنم. اینو بگم اتفاقا مامان آشا هم گفته بود که نعیمه از خونه نعیمه این خودش غذا بلد نیست درست کنه. من نمیدونم کجا متوجه شدم. خوبه، خیلی عالی. و برای دوربین مرسی.